مخالفت ها در مجلس نمایندگان بر سر انتخاب ریاست جدی‌تر شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام. به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. در ادامه تنش بر سر انتخاب ریاست مجلس، شمار از نمایندگان هشدار دادند که با ادامه این روند دیگر با آقای رحمانی اجازه نخواهند داد که به دفتر مقام ریاست مجلس بنشیند. با گزارش سپوتنیک نمایندگان میگویند که ادامه وضعیت ایجاد شده در مجلس به زیان کشور است و حتی باعث ایجاد فاصله میان اقوام میگردد. پس از ممانعت برخی نمایندگان از تصاحب چوکی ریاست مجلس توسط میررحمان رحمانی که از سوی رئیس موقت برنده انتخابات ریاست مجلس اعلام شد، او همه روزه در دفتر ریاست مجلس حاضر می شود، اما به داخل تالار برای رهبری جلسات نمی آید. تنش میان نمایندگان موافق و مخالف آقای رحمانی بیشتر از یک ماه است که ادامه دارد. همگنون نشست های مجلس برخلاف اصول وظایف داخلی مجلس توسط دو تن از منشی های موقت برگزار می شود. نمایندگان در نشست روز سه‌شنبه 21 جوزا نه تنها که به توافق برای حل تنش نرسیدند، بلکه این تنش ها وارد مرحله جدیدتر نیز شد. شمار از اعضای مجلس نمایندگان یگانه راه بیرون رفت از تنش‌های موجوده در مجلس را آغاز کار میررحمان رحمانی به عنوان رئیس این مجلس می‌دانند. این نمایندگان می‌گویند که دامه وضعیت ایجاد شده در مجلس به زیان کشور است و حتی باعث ایجاد فاصله میان اقوام می‌گردد. گفتنی است که آقای رحمانی و طرفدارانش با بررسی آرشیف روند رایدهی نمایندگان مخالفت دارند و میگوید که سرنوشت یک رأی که مورد منازعه است باید از طریق رأی علنی مشخص گردد، اما مخالفان او به بررسی آرشیف تاکید دارند و رأی گیری علنی را خلاف قانون میپندارند. تشکر از توجهتان. خداوند یار و مددگارتان.